بیانیه اعلام موجودیت انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در روز 18 دی ماه 1398 در آسمان تهران و بر فراز فرودگاه بین المللی این شهر جنایتی رخ داد که زندگی همه ما را ویران کرد. ما در این رنج موی بسیار کرده ایم. ما در این سوگ اشک بسیار ریخته ایم و ما از این جنایت بسیار سخن گفته ایم. اما اشک و مویه و سخن کافی نیست. ما در این بیانیه کوتاه به طور رسمی حضور انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 را به عنوان نهادی مدنی و نوپا اعلام میکنیم. با اینکه هنوز بر زانوان لرزان خود میلرزیم و هنوز اشک های نریخته بسیار است، اما برانیم که با تکیه بر همدیگر از این جنایت فراموش نشدنی نگذریم و شمعی در تاریکی روشن کنیم برای آنان که در جستجوی عدالتند. این انجمن در نظر دارد یاد خاطره مسافران این پرواز را با کمک هنرمندان، فعالین مدنی و صاحبان ایده تا زمانی که میتواند زنده نگه دارد. انجمن علیه فراموشی کار خواهد کرد، خواهد نوشت و پیش خواهد رفت. این انجمن بران است که از خانواده های داغ دیده حمایت کند. مرهمی باشد بر زخم های باز، زخم هایی که همدرد آنها را میشناسد و میبیند. در نهایت به عنوان اصلی ترین هدف این انجمن در پی دادخواهی است. ما امیدواریم تا با استراتژی مشخص و برنامه مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم. اساسنامه و آیین‌نامه های انجمن توسط هیئت مدیره موقت تدوین شده است و در اولین قدم حامد اسماعیلیون را به عنوان سخنگوی موقت معرفی می‌کنیم. به زودی هیئت مدیره این انجمن انتخاب و در صورت لزوم معرفی خواهند شد. همه آنها از اعضای خانواده مسافرین هستند و تمام این فعالیت‌ها از سوی آنها صورت می‌گیرد. بدین وسیله ضمن اعلام موجودیت انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 به اطلاع عموم می‌رسانیم که این انجمن نهادی مدنی و مستقل است که به هیچ یک از احزاب سیاسی در ایران یا کانادا وابسته نیست و اهداف آن در متن این بیانیه و در اساسنامه مشخص شده است. بدیهی است امیدواریم در طی کردن این راه دشوار و در رویای رسیدن به عدالت از حمایت شهروندان ایرانی، کانادایی و سایر ملل برخوردار باشیم و تمام کسانی را که در پی عدالتند در کنار خود ببینیم. جواد سلیمانی، پانیز گرجی، حامد اسماعیلیون، شهناز مرتب، محمود زیبایی، آرمین مرتب، وحید امامی، البرز صادقی، فرهاد مدنی، امیرعلی علوی و آرش مرتب.